خب آمدیم در مسجد سهله، اینجا مسجد امروز در مسجد سهله هم دیم. حالا آقا بیا یک معرفی کن مسجد سهله چوری هست. ای ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده، ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده، آخر شدم ماه حسین من نیز باد گم کردم، آخر شدم ماه حسین من نیز باد در میکده بودم ولی بیرون شب جمعه است، شب دعا برا فرج، شب مناجات، شب زیارت امام حسین. آمدیم در گوش بدن مسجد سهله شاجه ها. شما فیلم برداری کنیم من اینجا واسه که بقیه منو ببینم احسن صدا و تصویر منو داشته باشم. مسجد سهله خانه دار زمان هست، جایی همین الان در عصر غیبت هم امام زمان بسیار در اینجا رفت و آمد و رحمی یکی از نورانی ترین مساجد در روی کره زمین این هست. دیگه چی؟ این مسجد در بعد از ظهور امام زمان می شود خانه امام زمان، یعنی امام زمان هم اینجا زندگی کنند، چنین کرده شد که بیخم بعد و هر دو حضرت زهرا و امیر المومنین تو مسجد مدینه که امام زمان که ایشالله بیان قربونشون برن بیان تو همین مسجد سهله خونه شد مثلا بچه‌شون هم میارن اینجا. یه جور مال مسلمین رو بگی ولی شیعیان بدن در کل عالم همه در اینجا میشه از اینجا میدن. بانک مرکزی امام زمان میشه همینجا. دیگه چی؟ مسجد سهله اون مسجدی هست که امام صادق فرمودن هر کس ناراحتی داشته باشد، غمی داشته باشد، حاجت خاصی داشته باشد، با اخلاص و خلوص و با نیت صافی و پاک بیاید دو رکعت نماز در این مسجد، هر جایی مسجد هر جوش نماز بخواند، بعد دست دعا بردارد، خالصانه خدا رو بخواند، خدا اونها شو مستجاب. دیگه چی؟ از در مسجد دو رکعت نماز در مسجد، در یک روایت دارد دو سال، در یک روایت دارد 20 سال که عمر آتیش اضافه می شود. برکت ما در مسجد سهله طول عمر میدهد به انسان. دیگه چی؟ این مسجد بعد از مسجد کوفه با فضیلت ترین مسجدها در عالم. دیگه چی؟ این مسجد مسجدی است که از خانه حضرت هود و صالح و انبیا از این گوشه شروع میشه، خانه حضرت ابراهیم اون گوشه شه، حضرت ابراهیم گوشش حیاتی میکرده و به نوبت رسیده، امام صادق علیه السلام وسط این مسجد نماز خوانده، امام سجاد اون طرف مسجد آمده است نماز خوانده است، پشت سر اون قسمت اون سمت مسجد حضرت که همین الان هم مکرر در مکرر می آید نماز می خوانند و از همه بالاتر یه مقامی دارد به نام امام زمان. امام زمان قربونشون برم در این مسجد زیاد رفت و آمد می کنند و برای همین مسجد نورانی ترین مساجد در روی این مسجد. این مسجد درش یک صخره وجود دارد، یک صخره سنگ وجود دارد که امام صادق فرمودن تصویر و چهره و صورت همه انبیا روی این صخره هست. من امام زمان که شما بیان این صخره رو من شما نشون میدم به یکی از معجزات امام زمانمون این است که اون صخره رو به من شما نشون خواهد داد. مطلب در مورد مسجد سهله فراتر از تصور ماست. امام صادق فرمود در اون چیزها و فضیلت هایی که ما به مسجد سهله رو خیلی کردن از اون که هستی نبودی به دعای ما استفاده میکنیم محرم دست از مقام امام صادق که اون وسط اون نبودی مقام امام صادق برکت نماز داره. وقتی تموم کردید سلام دادید من برای دعا شروع کنم یه سجده میریم و حاجت به ناخدا میخوام ان شاء الله برای سلامتی امام زمان یه سلام.
اللهم صل على محمد. بیرون شدم از غافلی ای بایزید بی حاسمی، عمر جوان گم کرده ای بایزید بی حاسمی، عمر جوان آیان رسد شام سیاه، آیان رسد شام سیاه، آیان حبیب من این مقام امام زمانه. اما خدا عالم ببین من یاد را گم کرده، اما خدا عالم ببین من یاد را. ای بایزید قوقای ده، بایزید قوقای ده، از دلبرم هستم خجه، وقت سفر ماندم بگه، من کاروان گم کردم. من که از کودکی عاشقت بودم. یه دو بیت مال زائرای ابی عبدالله که الان شوق زیارت امام حسین رو دارن. شب جمعه انشالله از همینجا این شوق رو بفرست کربلا. یه دو بیت مال همه من و شماست. من که از عاشقت بودم، آقا جان امام زمان تو قبولم نما، گرچه آلودم این تو خجرتم، قصه ها دارد بوی آمه کربلا دارد، یا عباس آله مددی داش بزن، یا عباس آل مدنی، مولا یا عباس آل مدنی، مولا یا عباس آل مدنی، مولا یا عباس آل مدنی. اینم روزه شب جمعه ما هدیه به ما. امشب مادرش سیحه کنان، گریه کنان، ناله زنان وارد کربلا میشه. در روایت نوشته ملائکه که اونجا خودشون دارن گریه میکنن تا صدای ناله مادرش رو میشنوند، میان به استقبالش، زیر بغلای حضرت زهرا رو میگیرن، میبرنش، آرامش میکنن. با استراب و همه آید ندشت کربلا، سر میدهد سود و نبا. چی میگه؟ گوید حسین من نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد. مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.